شمار تلفن برقی باید داشته باشین 0793-970-763. منتظر تماس شما هستیم. اما مهمان برنامه استاد احمد ضیا رفعت، استاد دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل. خب همراه با استاد قبل از اینکه خبرها بره در رابطه با خصوصیات شاعر خوب صحبت میکردیم. استاد اگر همون صحبت ها را ادامه بدیم. خب از آغاز کار یک نوجوان در نظر گرفته بودیم که شروع کنیم. بله. در کنار شعر خواندن زیاد سعی کنن شعر زیاد بگوین، هر روز شعر بگوین. بعد از مدت کم کم واژه ها در دست شاعر بیشتر رام میشه، بعد از این تمرین سیستم وقت میرسد که باشه با ظرافت سبا. اینجاست که نیاز هست که علاقه تلاش کن که یک پیشکسوت در زمینه شعر دست پیدا کنه و از رهنمایی‌هایش استفاده کنه. علاوه برا هر شاعر جوان چه خوب است که بتانه حداقل یک دوست شاعری داشته باشه که بیشتر با همدیگر تبادل تجربه کنن، چون یکی بر دیگر میتونه تاثیر بگذاره و احساسش تحریک بکنه. باز خب رفته رفته دیگر به مرحله میرسه که شاعر وسواس بیشتر بخرج میده، دوسر طبیعی شعر کمتر میگوید، ولی خب خطر رو زده. این خصوصیت یک شاعر خوب شد، این خصوصیت داده باشه بگید شاعر خوب، اما خصوصیت یک هفتار خوب شد. و اما خصوصیت میام که اگر بگه این کسی که برای اولین بار پا میگذاره به صنف خبرنگاری یا ژورنالیسم باید چه چیزایی را مد نظر بگیره و از اصول و قوانین پیروی کنه؟ برای خبرنگاری چون یک عرصه وسیع است، وقتی شما خبر میگوین در مورد هر حادثه میگوین، سیاسی، 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 نظامی، سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هست اینا. برای خبرنگار ضرور است که یک مقدار در مورد کلیات هر عرصه مطالعاتی داشته باشه، مطالعه در زمینه اقتصاد، سیاست، اجتماع، فلسفه، روانشناسی اینها. منظور این نیست که مطالعات تخصصی، حداقل یک آگاهی های کلی داشته باشه. نیاز است. مسئله دیگر این هست که هر روز سعی کند که خبر گوش کند. یعنی یک کسی که دانشجوی خبرنگاری هست برای اینکه کارش بارور بشود، شما میدانید که هر دانشکده لابراتوار دارد که یک مدار کاراش در لابراتوار انجام بشه. مثلا خب دانشکده زراعت کاراشان بر روی زمین صورت میگیرد، مثلا دانشکده طب کاراشان مثلا در شفاخانه ها هست، بر روی جسد ها هست، کالبوچیگرافی هست و این چیزا. خب لابراتوار ژورنالیستی هست، اما رادیو هست. اتفاقا که دانشجویان از یک امکان لابراتواری برخوردار هستند که خیلی از دانشکده‌های دیگر از آن برخوردار نیستند. یعنی چی؟ یک رادیویی که از لحاظ قیمت ارزان هست، هر کسی میتونه توانایی داره با اقتصاد افغانستان که خود رادیویی بخره. این رادیو میتونه قابل حمل باشه، در همه جا قابل حمل است. یک رادیو میتونه کوچک باشه و در جیب کسی گذاشته باشه. حالا افغانستان یک خوبی که ایجاد شده این است که رادیوهای زیادی را ما میبینیم که نشرات دارن هر روز. یعنی هر لحظه که خواسته باشه یک شاگرد میتونه از هر رادیوی خبر گوش کند، گزارش گوش کند، مصاحبه و گزارش و چی و چی. بسیار خوب. پس بیشتر سعی کند که بشنود. علاوه بر آن یکی از نیازهای اساسی خبرنگار تسلط بر زبان است. یعنی باید اگر دانشجوی خبرنگاری سعی کند که به یک از رشته های ادبی مثلا شعر یا داستان بپردازد، کاری ساده تر می شود. یعنی تسلطش بر واژه ها بیشتر میشه، هر گونه که بخواهی جمله را میتونه بسازه و یک خبرنگار موفق هم این هست که چگونه میتونه واژه ها را کنار هم دیگر بگذاره، چون یک حادثه اتفاق افتاده است، این یک بحث است. حالا خبرنگار حادثه را چگونه میخواد منتقل کند، انعکاس بده؟ بله، این دیگر بس بسیار مهمی است. شما در نظر بگیرید دو تا خبرنگار، یک حادثه که اتفاق افتاده، یک خبرنگار این حادثه را انعکاس میده چون تسلط لازمه بر قلم یا بر زبان نداره، این نمیتونه که مخاطب را بکشانه، توجهش جلب کنه به سمت خبر یا به سمت اهمیت این حادثه. اما یکی دیگری که تسلط داره همون حادثه را به گونه در لابلای واژه و جمله با حساب میده که مخاطب خیلی حساس میشه
توجه شد. پس بعد بیشتر به خواندن و نوشتن هم مشغول شد. این حداقل های کار است برای رسیدن به حد مطلوب خبرنگاری، که در کنارش به صورت طبیعی دانستن اساس های خبرنگاری، گزارش نویسی، چوچی، هم چیزی که مربوط به کار رسانه می باشه. بسیار خوب استاد، فکر کنین شما یک قلم کاغذ به دست میگیرین و میخوایم بفهم کدام یکی از این حالت ها براتون راحت تر است. یکی شعر نشته کنین براتون راحت تر است، یا اینکه یک خبر شنیده باشین و بخواین اون رو نشته کنین، و یا اینکه فصل امتحانات دانشگاه نزدیک باشه و بخواین سوال آماده کنین برای دانشجوهایت. دشوارترین کار من از آخر آغاز میکنم. نوشتن سوال هست. چون یکی از کسایی هستم که در مورد تهیه سوال وسواس زیاد به خرج میدم. یعنی سوال سخت نشته میکنم. اینجا نکته اساسی همیه. سعی میکنیم که حد تعادل ایجاد کنیم در مورد درجه سختی و آسانی سوال. یعنی تهیه سوال باید متناسب باشد به سطح تدریسی که در صنف صورت گرفته است. این یک. و متناسب باشد به سطح آگاهی عمومی، یعنی حد اوسط آگاهی و لیاقت صنف باید در نظر گرفته باشد. در غیر آن دو چیز پیش میاد اگر دقت صورت نگیرد. یا پرسش ها بیش از اندازه دشوار خواهد بود و یا بیش از اندازه آسان خواهد بود. اینجاست که کار با دقت باید انجام شد. به ویژه که همیشه سعی کردم که در ساختن پرسش ها از چند نوع پرسش استفاده کنم. پرسش تشریحی، چهار جوابه، خانه خلیچی، اینها بخاطر این که همه فهمیدن میزان لیاقت یک شاگرد درگیره و پرسش های تشریحی نیست که بسیار معمول است. چون ما برای فهم آگاهی باید از قانون تداعی استفاده کنیم، از قانون مجاورت استفاده کنیم، که شاید یک کسی خوب تشریح نکنه ولی شاید شما یک مقدار از پرسش پاسخش به یادش بدین، یک مقدار او دریابه، یا یک سرنخی بدین بیشترش او دریابه. یعنی قانون مجاورت و قانون تداعی اینها هم میتونه که در سنجش لیاقت شاگرد نمیشه. من از چهار گونه سوال باید استفاده شد. یادم بسیار دشوار هست و آزار به این دسته که تیاره. اما در مورد خبر معمولا من خبر نویسی نیستم، کار بیشتر در دانشکده ژورنالیسم هم مصروف آموزش های ادبی هستم در حتی کارهای ژورنالیسم، که برای اینکه کسی ژورنالیست حرفه‌ای میشه طبیعیست که مضمون های دیگر مورد ادبیات باید اینها رو دریابه. و اما شعر، خب شعر شدن کار ساده ای نیست، اما برایم بسیار زیاد لذت بخش است. لحظه ای که مصرعی سر هم میکنه و بیتی سر هم میکنه و شعری میآفرین و برایم فوق العاده لذت داره. خب استاد، کسایی که هنرمند هستن و مثلا رسامی میکنن یا آوازخوان هستن یا به یکی از هنرها دسترسی دارن، اونا همیشه میگن که نه باید، یعنی انسان هر وقتی نمیتونه اما هنری که یاد داره ابراز بده، نشان بده به دیگران، و باید موقعش بیه یا الهام خاصی بیه که اما حالت برشان مهیا باشه و مثلا رسامی کنن یا خطاطی کنن یا اما آوازخوانیشان به نحو خوب باشه. اما شما وقتی شعر میگین حالت خاص، موقعیت خاص باید باشه، حالت خاص باید باشه، یا نه هر وقتی که دوست داشتین میتونین یک خط شعر بنویسین؟ خب طبیعیست که بین سرایش شعر و آفرینشگر شعر یک عنصری هست که بسیار مؤثر عمل میکنه و آن احساس است. یعنی لحظه های پیش میاد که یک آفرینشگر هنری تحت تاثیر یک احساس خواستر قرار میگیره. همین احساس خواستر است که برای آفرینشگر ادبی نیرو میده، انرژی میده، تحریک میکنه به سمت آفرینش یک اثر. از این لحاظ هر لحظه که آفرینشگر ادبی اراده کنه نمیتونه به خلق یک اثر بپردازه. حالا شاید به خلق اثر بتونه بپردازه، اما به خلق اثر خیلی خوب نمیتونه موفق بشه. این دیگر بستگی به این دارد که یک وضع خاصی جا چه که ما از اون به نام حال یاد میکنیم. خب روزانه آدم گرفتار قال هست، یعنی گرفتار مسئله های زیاد زندگی هست، بودهای مادی زندگی هست،
و خیلی چیزایی که خب به هر حال بر آفرینشگر تحمیل شده است. ای بسا که ما